رامادوس رئیس حزب مردمی کمال خواستار شنیدن نظرات سازمان‌های مسلمان در نقاط مختلف هند پیش از تصویب اصلاحات پیشنهادی در قانون وقف شد. او در بیانیه تاکید کرد که این اصلاحات باید به بهبود مدیریت املاک وقف که برای مقاصد مذهبی و خیریه اسلامی اهدا شدند منجر شود. رامادوس با اشاره به نیاز به دریافت نظرات جامعه از سازمان‌های مسلمان در نقاط مختلف هند گفت تغییرات لازم در پیشنویس لایحه باید اعمال شود تا این لایحه به نسخه قابل قبول برای همه تبدیل گردد. از جمله تغییرات پیشنهادی انتصاب یک مقام با رتبه دبیر کل به عنوان مدیر عامل هیئت وقف و اجازه به انتصاب اعضای غیر مسلمان در هیئت وقف است. همچنین او خواستار کاهش قدرت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلاف مربوط به املاک وقف شد. رامادوس تأکید کرد که هر گونه اصلاحات باید با حمایت و همکاری جامعه مسلمان صورت گیرد و این فرایند مشاوره باید به دستیابی به چنین حمایتی کمک کند. این درخواست‌ها نشان دهنده اهمیت مشارکت جامعه مسلمان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اموال وقف است.